ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کبیر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفته ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، بتک دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مردداران دلیر از جان به کف، سرفرازان سپاه از صف به صف، خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگردندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، وانه من، کوس من، هر وجب از خاک تو ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. گنجینه خرد. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود به خداوند ایران، درود بر همه ایرانیان بیننده این برنامه و تلویزیون در جای جای این کره خاکی، به ویژه عزیزان و یاران مشاهدگر در سرزمین اهورایی ما ایران، و هزاران هزار درود و سپاس به خاتونهای ایران، به ویژه خاتونهای ساکن در کشور عزیزمان، که با وجود خودشان در هر روز و هر ساعت افتخار می‌آفرینند و همیشه فریاد حق طلبانه آنان در فضای میهن تنین انداز است. امروز مهمین روز از خرداد ماه 2571 شاهنشاهی ایرانی، برابر با 29 می 2012 میلادی و 1391 عربی است. من آریا باقری به همراه کارگردان نازنین برنامه آقای سیاوش مهربان، مهربان فامیلشون نیست، صفتشونه، مهمین برنامه از سری برنامه های گنجینه خرد رو به شما نازنینان پیشکش میکنیم. و از اینکه ما را در این ساعت بعد از نیم روز به خانه های خودتون پذیرا شده اید، نهایت سپاس و قدردانی رو داریم. همان گونه که همه هفته به آگاهی شما میرسانم، این برنامه جهت افروخت نگاه داشتن چراغی است که زنده‌یاد استاد رضا فاضلی در راستای ترویج فرهنگ و ادب برجاوند ایران زمین در مسیر روشنگری به دست گرفته بود و من با ادامه راه آن گرامی‌یاد از سنگر او پاسداری می‌نمایم، به امید آن که برای شما عزیزان کارساز و شما را در راه خردگرایی با معرفی کتاب‌های آموزنده همیاری و همپایی کرده باشد. یادش گرامی باد.
لازم به یادآوری است که این برنامه صرفاً یک برنامه فرهنگی، خردگرایی و به ویژه خداحافظ‌زدایی است و از همه بالاتر و بالاتر آشنایی شما با فرهنگ غنی و اصیل ایرانی و چگونگی آن با مخدوش شدن فرهنگ های غالب بر آن در یک دوران 1400 ساله می باشد. امید است مورد استقبال و عنایت شما قرار گیرد و نه تنها به خرید و خواندن این کتب مبادرت فرمایید، بلکه با تهیه این کتاب ها و همیاری هر چند مختصر خود به پایداری این پایگاه ادامه بخشید. مطلب دیگری که باید با صدای بلند اعلام نمایم این است که این برنامه به هیچ عنوان مخالف با دین یا اعتقادی و یا باوری نیست. من با معرفی تعداد کتاب به شما و درخواست خواندن آن چراغی را در راه زندگی شما می افروزم تا شما راه درست و صحیح را آگاهانه انتخاب و در آن راه قدم‌های مؤثر و سودبخشی در حفظ منافع خود و خانواده و اجتماع خودتان بردارید. به قول شاعر، من این چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. این مقدمه برنامه بود که من همیشه خدمت شما با یه تغییراتی همیشه تقدیم میکنم. حالا موارد بسیار مهمی داریم که هدف این برنامه، هدف گنجینه خرد اینه که هدف سخنرانی یا نمایش یا چیزی نیست. هدف فقط اینه که ما بتونیم به شما کتاب‌هایی که تشخیص دادیم که اینها مؤثر برای شما در مورد تاریخ ایران، در مورد شناسایی موقعیت خودتون که در چه موقعیتی بودید، چه موقعیتی هستید و چی خواهید شد رو ما به شما معرفی کنیم، شما بخونید و ضمن این که این کتاب ها رو میخرید، از هر جایی میتونید بخرید، هیچ دلیلی نداره که حتما از ما رو گیرید. ولی کسانی که در لس آنجلس هستن و اطراف وستوود از اوکی میتونن، ببخشید که کلمه انگلیسی گفتم، هرگز این کارو نمیکنم، اینها میتونن که خودشون شخصا برن و از کتاب فروشی هایی که 7 8 10 تا در خوشبختانه در وستوود هست و اکثرشون دیدم نوشتن که با خرید کتاب به کتاب فروشی ها هم کمک کنید، میتونید از اونجا بخرید. ولی ما اسمشو نامشو که چون میدونید ده ها و هزارها کتاب هست که خب هر روزم چاپ میشه، هر روزم جدید میاد و اغلب نمیدونن، ولی ما اینا رو، من شخصا اینها رو میخونم، اکثرشو مطالعه میکنم و بهترین هاشو میارم اینجا خدمت شما معرفی میکنم. امروز یه تعدادی رو خدمت شما معرفی خواهم کرد، همونطوری که عرض کردم میتونید از کتاب فروشی ها، ولی کسانی که با فاصله هستن در ایالت های دیگه مثل واشنگتن، مثل نوادا، مثل نمیدونم آریزونا، اورگان، هر جایی، چون براتون میدونم اونجاها کتاب فروشی زیاد نیست یا امکان دسترسی شما به این کتاب ها نیست، میتونید به ما زنگ بزنید، من شخصا میرم. اگر داریم اینجا در خود تلویزیون چیزایی که نویسندگان نازنینشون لطف کردن که حالا اسامیشون رو خواهم گفت، به ما به صورت رایگان دادن که ما به شما بفروشیم اینا رو، دریافت مبلغی بکنیم و صرف هزینه اجاره تلویزیون و ایر این برنامه ها و به طور کلی این تلویزیون 24 ساعته جهانی بکنیم. داشتم خدمتتون عرض میکردم، بنابراین کتابی رو که شما میخرید که حد اکثر 100 دلار یا مثلا کمتر 50 دلار، بستگی به نوع کتاب، به اندازه کتاب، به تعداد صفحات کتاب و زمانی که چاپ شده، اینها فرق میکنه. شما میتونید اینا رو از ما بگیرید و با پرداخت 20 دلار، 30 دلار، 40 دلار، بستگی به وسعت جیبتون، به گشاده دستیتون، میتونید که به ما یه مقداری بیشتر بدین و چراغ ما رو همیشه روشن نگه دارید و بذارید که این برنامه
این برنامه که فقط در مورد کتابه، ولی تلویزیون که با 20 از واقعا فرهیختگان اجتماع هستند که من میبینم هر کدومشون که برنامه دارن چقدر بیننده دارن و چقدر، یعنی اگر تلفن هاشون رو باز کنن تا اون مدت فقط باید پاسخ تلفن بدن. من واقعا یک دنیا سپاس دارم از همه عزیزانی که میشینن این برنامه ها رو با دقت تماشا میکنن. ولی به دوستانتونم بدین، به خصوص در مورد کتاب، در مورد این برنامه وقتی که میشینید ببینید، اونایی که بعداً باز پخشش رو میبینن به دوستان نزدیکتون یا دو یا فامیلتون اطلاع بدید که ببینن. اونایی که در ایرانن اگر میتونن کتاب تهیه کنن، من اتفاقا امروز یکی از عزیزانم از ایران زنگ زده بود و دو تا از کتابا رو از من خواست که براشون تهیه کردم، از فامیلمه و خودم تقدیم میکنم خدمتشون، منتظر یه مسافرم که براشون بفرستم. مسائلی که میخوام خدمتتون عرض کنم که خیلی مهمه، یکی اینکه ما داریم عضو میگیریم برای تلویزیونمون، مثل سایر تلویزیونا که شنیدم میکارو میکنن و تعداد زیادی هم روی صفحهاشون نشون میدن، 5762 تا مثلا عضو داریم و اینا. من یه تعدادی عضو میخوام که ماهیانه 100 دلار یا 50 دلار و یا هرچی برای تو مقدوره، اگر کسی میتونه ماهی 10 دلار بده، 15 دلار هم بده، اونم خودش کمک. من ببخشید این مثالو چندین بار خدمتتون عرض کردم، این کمک های شما مثل دانه های زنجیره. دانه های زنجیر میتونه یکیش 10 سانت باشه، یکی 7 سانت، یکی 2 سانت، یکی حتی نیم سانت باشه و به هم پیوسته و بار سنگینی که روی دوش صاحب تلویزیون و مدیر تلویزیون آقای آریان وطن خواست و این مرد واقعا با کار سختی که خودش داره از اون راه دور هفته ای سه روز میاد و دائم سر کارش هم که هست دائم تلویزیونش روشنه و به اینجا زنگ میزنه آقا چی شد، پول رسید نرسید، پول برق دادین، پول گاز دادین، پول چراغ دادین، پول ایرد. اون دائم و هر ماهی مجبوره که از جیبش واقعا 15,000، 20,000، 7,000، 10,000 هر ماهی متفاوت همینطور داره از جیبش داره پول میده این مرد و واقعا شما باید تأمین کنید، چون این با انصاف یا انصافانه نیست که این بره زحمت بکشه، عرق بریزه توی اون گرما کار کنه و پولش بیاره بده اینجا برای این تلویزیون، برای این چراغ که من نوعی یا اون 19 نفر دیگه بیان اینجا بشینن حرف بزنن و شما رو به دلایلی مشغول کنن یا سرگرم کنن یا اطلاعات خوبی بهتون بدن. ولی شما هم باید این حساب به این رسانه کمک کنید. عرض کردم که ما عضو میگیریم با 100 دلار، 50 دلار یا هر چقدر کمتر، ولی کسانی که 50 دلار یا 100 دلار عضویت، خب حساب عضویت اینجا رو قبول کنن و هر ماه تعهد کنن که لطف کنن از کارتشون برداریم، یک تیشرت بسیار زیبایی داریم که احتمالاً کارگردان نازنین ما اون تیشرت رو دارن، عکسشو اون تیشرت رو به عنوان هدیه به شما تقدیم میکنیم که عکس شاهزاده رضا پهلوی روی اون تیشرت هست. فکر میکنم که کارگردان ما الان مشغول کارهای دیگه هستن و احتمالا فرصت نمیکنن که اینو نشون بدن، ولی قبلا نشون دادیم، نه مثل این که اومدن الان دارن میگردن. خیلی سخته که شما توی این موقعیت با یک کلمه حرفی که میشه شما هوری بگردین اونو پیدا کنید و اونو بتونید روی صفحه تلویزیون نمایش بدین. حتما این کارو میکنن، مشغولن. به هر جهت اینو به صورت هدیه تقدیم میکنیم. اگر کسی نخواد عضو بشه میتونه با پرداخت 50 دلار اینه، ببینید چقدر زیباست، شاید پیرنش، خود پیرن مثلا آنچنان قیمتی نداشته باشه، ولی عکسی که روشه بسیار بسیار قیمتی است، بسیار علاقمند داره، عاشق داره این مرد، این مرد نازنین که میدونید که از نسل رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه بزرگ هست و این هم امیدواریم که رضا شاه دوم به زودی خواهد شد، اینه که اینو میتونید این پیرانه بپوشید و بهش مباهات کنید. اینو به صورت هدیه میدیم. اگر کسی حاضر نشد یا نخواست که
عضو بشه با پرداخت 50 دلار کمک به تلویزیون، همیاری به تلویزیون، یا به عنوان ماهیانتون بذارید یا آبونمانتون، به هر دلیلی که بخواید بدین، ما اینو با 50 دلار بسته‌بندی میکنیم و خدمت شما به منازلتون تقدیم میکنیم. بعد یک ویدیو جالبی داریم، قبلا هم نشون دادم، الان هم باز نشون میدم خدمتون. این ویدیو از یک فیلم سینمایی حدود یک ساعت و ربع، یک ساعت و نیمه، از آقای بهمن نصیری، فرزند آقای دکتر حمید خواجه نصیری، به نام گولدن ویل. اینو عکسشو گذاشتن، یا روسری طلایی. این فیلم از اطلاعات مخفی و اطلاعاتی است که تا به حال اصلا جای صحبتش نبوده، هیچ کس نمیدونسته، اینها رو ایشون جمع‌آوری کرده و به صورت یک فیلم سینمایی بسیار زیبا تهیه کردن. گویا مثل اینکه یک ساعت و 20 دقیقه است، من متاسفانه هنوز فرصت نکردم اینو ببینم. این ولی سرکار خانم عبدی و آقای آریان که دیده بودن خیلی واقعا تعریف میکردن و گفتن چه اطلاعات جامعی در این فیلم هست. این فیلم هم که الان عکس ویدیوش هست، ما اینو با دریافت 50 دلار خدمت شما تقدیم میکنیم. ضمن این که یه پوسترم از هنرپیشه اول این خانم زیبایی که میبینید، به خانم به نام خانم نوئل، اینم خودشون شخصا در اینجا در حضور خانم عبدی امضا کردن این پوسترا رو، اونم با دریافت 50 دلار ما خدمتتون تقدیم میکنیم. و اینو خواهش میکنم که این فیلم رو بگیرید، بشینید و ببینید. بعد چیزای دیگه که داریم، کتاب ببخشید وارث ملک کیان از جناب دکتر حمید خواجه نصیری، پدر همین کارگردان، این عکس کتابی که بهتون دارن نشون میدن در یک جلد بسیار زیبا و جلد کاغذی نیست، یه جلد بسیار زیبای حالت چرمی داره، حالت چرمی، چرمی نیست، بسیار زیبا و قشنگه. و ضمن اینکه داستان و کتابی که براتون نوشتن یک تاریخ کامل و جامعه که لازمه که شما اینو بخونید. این کتاب بسیار نایابه نیست، فکر میکنم ما یکی دو جلد بیشتر نداریم، زودتر زنگ بزنین اینو براتون میفرستن. قیمتش هم دفتر میدونن 818-564-4013، به این شماره زنگ بزنید اینو براتون حتما به زودی میفرستن. یک مورد بسیار جالبی که دارم، اولا ما دو تا قرعه کشی داریم، یک ساعت زیبا داریم که باز اگر فرصت باشه کارگردان نازنین رو نشون بدن، و یک جواهر ساخت روسیه. این ساعته و جواهر ساخت روسیه هم که شامل یک جفت گوشواره بسیار کلاسیک قدیمی زینتی است از ساخت روسیه اینه، و این گردنبندشه که زنجیرش هم خودتون تهیه میکنین، میزنین بهش. اینو، این دو تا گوشواره و گردنبند رو ببخشید، به اضافه اون گردنبند و دو تا گوشواره، اینو در برای 50 نفر که هر نفر 50 دلار به ما لطف کنن، ما اینو در قرعه کشی میذاریم و به یکی از برندگانی که 50 دلار دادن تقدیم میکنیم. یعنی با 50 دلار شما یک جواهر بسیار قیمتی خوب رو دریافت میکنید و ارزشش رو نمیدونم و نمیتونم اصلا، واقعا من قیمت نمیدونم، ولی بسیار ارزشمنده. مسئله دیگه همون ساعت بود که باز برای اونم 50 نفر، هر نفر 50 دلار، ما باز اونم برای 50 نفر قرعه کشی میکنیم و تقدیم شما میکنیم. حالا مورد بسیار جالب اینه که الان خانم عبدی گفتن اگر هر کس 250 دلار کتاب یا کراوات یا کلاه، یا البته کراوات و کلاه ها نشون میدیم الان خدمتون، اینا رو 250 دلار از ما خرید کنه، ما اسمشو، خیلی جالبه، ببینید خیلی جالبه، 250 دلار کتاب میخرید، یعنی پول کتابتون میدید، ولی بابت 100 دلار به شما 50 دلار برای شرکت در قرعه کشی ساعت،
$50 در قرعه کشی جواهر شما را شریک میکنن. یعنی شما $250 که بدید، $100 اینجا بهتون کردیت میدن در این کار. و امیدوارم که آرزو میکنم که شما برنده اون ساعت یا جواهر بشید. یعنی با $250 ممکنه این ساعت بسیار ارزشمند یا یک جواهر ارزشمندم هدیه ببرید و پولی هم بابتش ندین. یعنی $250 اگه $100 بابت این بذارین، در حقیقت شما $100 دادید و معلوم نیست 2 تا 3 تا 5 تا کتاب خریداری کرده. دیگه این یه مورد خیلی مهم بود. بعد از کتابای بسیار ارزشمندی که الان در تمام کتاب فروشی ها هست، روی پیشخوان کتاب فروشی هاست، خیلی معروفه، همه دنبالشن و نیست، نایابه. یکی از کتابای نایاب خاطرات دکتر امیراسلان افشار، آخرین رئیس کل تشریفات شاهنشاه آریامه پدر که هست. و این کتاب ها رو ما قرار یک تعدادی برامون بفرستن، هنوز متاسفانه نرسیده، ولی ما داریم پیش فروش میکنیم. هر کس بخواد زنگ بزنه، اسمتون رو یادداشت میکنیم، اگر مایل باشید پولش رو چارج میکنیم و به محضی که کتاب رسید تقدیم حضورتون خواهیم کرد. دومی کتابی که خیلی بحث‌انگیزه و این روزا آن کتاب اولی رو داشتم خدمت رو عرض میکردم، کتاب آقای امیراسلان افشار، از اطلاعاتی است که تا به حال از دهان هیچ کس نشنیدید. یعنی پیغام پسغام یا راوی یا حدیث از جایی نیست، از کسی است که تا آخرین لحظه در کنار پدر ایران شاهنشاه آریامهر بوده، یادشون گرامی باشه، در کنار ایشون بوده و تمام مسائل و مطالب رو در حول هوش و در به حساب میون جریان، در کنار و بغل جریان ها بوده، از حفظ یعنی میدونی، شنیده، به چشم خودش دیده، اگر چیزی از قرآن اعلی حضرت میگه همه رو از زبان خود ایشون شخصا شنیده و شخصا داره بازگو میکنه. که این کتاب رو با آقای علی میرفتروس، نویسنده و تاریخ نگار بزرگ ایران، در 180 ساعت مصاحبه و گفتگو این کتاب نتیجه شده، نوشته شده و تقدیم شما خواهد شد. کتاب بعدی در دامده حادثه است، گفتگوی با پرویز ثابتی که میدونید یکی از اینا را عکساش هم داریم، اگر احتمالا پیدا کنن ما روز یک شنبه قبل اینا رو عکساش هم گذاشتیم روی چیز. بعد این در دامده حادثه با آقای پرویز ثابتی، یکی از کارمندان بسیار سطح بالای سازمان اطلاعات امنیت کشور ساواک در زمان حضرت آریامهر بوده که اطلاعاتی رو به شما میده که از زبان هیچ کس و از قلم هیچ کس نشنیده و نخونده اید. این کتاب رو توصیه میکنم. اینایی که در جای جای کشور آمریکا و یا اروپا، هر جای اروپا، هر جای آمریکا، غیر از ایران، به ایران فقط نمیتونیم بفرستیم هستید، ما براتون این کتاب رو تهیه میکنیم، تقدیم میکنیم و شما بخونید و ببینید که چی بود داستان انقلاب و ساواک، چی میدونست، چی کار کرد، چه کاری نباید میکردن کردن و چه کاری باید میکردن که نکردن و این فتنه پا گرفت. کتاب بسیار بسیار جالبی دیگه به نام سید ضیاء، مرد اول یا مرد دوم کودتا. کودتا منظورش کودتای 1299 رضا شاه کبیره که این کتاب به قلم آقای صدرالدین الهی نوشته شده. این در سالها قبل جناب صدرالدین الهی یکی از نویسندگان و روزنامه‌نگاران برجسته ایرانی هستند که سالها قبل با آقای سید ضیاء صحبت کردند و قول گرفته بود اون آقای سید ضیاء از جناب صدرالدین الهی که اینو چاپ نکنه، در معرض دید و افکار عمومی نگذاره تا ایشون به سلامتی برن اون دنیا. ایشون رفتن و سالها بعد حالا آقای صدرالدین الهی دست به نشر و چاپ این کتاب زدن. کتاب بسیار خوندنیه، اینو بخرید، بخونید، اطلاعات کشور رو
از دهن کسانی که دستن در کار و جزو رؤسای بسیار سطح بالا بودن بخونید ببینید که چی بوده داستان. الان حدود بیشتر از 25 دقیقه است دارم صحبت میکنم. من فکر میکنم که شما خسته شدین. برای اینکه خسته نشده باشید از کارگردان بسیار نازنینمون سیاوش گل خواهش میکنم که یک آهنگ زیبا برای شما بذاره که تغییر ذائقه دید شما بشه و باز دوباره با هم از کتاب و کتابخونه صحبت کنیم. گوش میدیم و تماشا میکنیم آهنگ زیبایی که کارگردان نازنینمون برامون پخش میکنه. ببینیم چیه. بس صبح بولشاجکتك بهار يانت geçti آه sen gelmez
با سپاس از کارگردان نازنین برنامه سیاوش و این انتخاب بسیار زیباش، خانم زیبایی که دیدین خون یکی از زیباترین ستارگان و خوانندگان ترک به نام خانم سیبیل جان. آهنگی که خوندن یک آهنگ ترکی است که مخصوص تمام آذری‌های خودمون در شمال ایران که تاج سر ایران ایرانی هستن، آذری‌های گل ما برای اونا پخش شد، برای همه ایرانی‌ها. دیدین چقدر زیبا بود و اسم آهنگ بود سندولم از اردون، یعنی تو بالاخره نیومدنی شدی. میدونی که همیشه چیزایی که ما شرقی ها میخونیم آهنگامون همیشه از بیوفایی یاره، و اینم برای اون مرد خودش میگفت. ولی این آهنگ یکی از معروفترین آهنگای ترکیست که حتی اونقدر این آهنگ معروف و زیباست که در سیدی های آهنگای بودابار که یکی از معروفترین بارای فرانسه است، در این سیدی شماره پنجش این هست. این آهنگ خیلی قشنگه، من شخصا عاشقشم. مرسی از کارگردان گلمون که این آهنگ زیبا رو پخش کرد. واقعا که یعنی چی میگم، محیط برنامه رو خیلی شاد و زیبا کرد. ببینید ترکیه هم یک کشور مسلمونه، چقدر آزاد، چقدر راحت، چقدر زیبا، ولی ما باید بریم زیر چادر و چاخچور. دیدم در تلویزیون افغانستان افغانی چیز گذاشتن، آیدل، مثل امریکن آیدل که خواننده ها رو جدا میکنن. چقدر زیبا بی حجاب موردن میخوندن خانوم ها، دختر ها انتخاب میشدن. ولی ما باید بیان بریم ایرانی هامون از سراسر دنیا بیان برن توی دبی یا بیان برن توی امارات، توی کشور عربی، اونجا برن امتحان خوانندگی بدن و شاید خواننده بشن یا نشن، یا خوب قبول بشن یا نشن. چقدر هزینه کنن برن اونجا، اینم مال کار ماست. خیلی مسائل خیلی مهمی داریم. یکی این که راجب قبل از همه کتاب آقای هوشنگ مویزاده، 8 جلد کتاب دارن که مثل این که سیاوش نازنین گفتن ما کتابا رو همه رو عکسش داریم و موقعیت. این کتابای آقای هوشنگ مویزاده است. اگر 8 تا رو بخرید، حتی 4 تا 5 تاش هم بخواید، ما اینا، من خواهش میکنم نویسنده از فرانسه آقای هوشنگ مویزاده، از همکارای نازنین و ارشدتر از من که ما در نیروی دریایی با هم کار میکردیم، ایشون این کتاباش بی نهایت زیبا و روشنگرانه است در مورد اینکه این خرافه ها را از مغز بیرون کنه و بگه که واقعیت چیست. بشارت، آیا خدا مرده است، کمدی خدایان، ظهور، سراب، خیام و اون دروغ دلاویز، وصیت‌نامه خدا و آخرینش سفرنامه دنیای ارواح هست که این بسیار کتاب ارزشمنده، یعنی همش ارزشمنده. اگر کتاب را همه را بخواهیم بخرید، من میگم نویسنده همه را براتون پشت‌نویسی کنن، امضا کنن و به حضورتون از خود فرانسه حساب پست کنن. پولش ما اینجا ازتون میگیریم، بعد یه جورایی بالاخره با آقای معین‌زاده حساب میکنیم. آقای معین‌زاده 30 جلد از کتاباشون رو که سه نوعش هست، یکی کتاب ظهور، یکی کتاب بشارت و دیگری وصیت‌نامه خدا، اینا رو هر کدوم 10 جلد به ما هدیه لطف کردن. ما اینا رو داریم، هر 3 جلد رو درخواست کنیم براتون تقدیم کنیم، بقیه رو هم براتون میفرستیم. این کتاب ها خوندنیه و باید بخونیم. کتاب بعدی که داریم که همیشه برنامهش میشه، شاهد سقوط های سگانه است، از آقای حسین حقیقی که مرتب راجع به این صحبت میشه. من امروز یه صفحه از کتاب ایشون رو میخونم. ایشون اسرار پشت پرده داستان، یعنی انقلاب ایران رو تا اونجا که تونستن از اطلاعات و بساب از کسایی که دستن در کار این بودن، مثل آقای سلیوان، مثل آقای سایرسمن، مثل آقای کارتر، مثل و و و و که اینا همه کتاب نوشتن، از این کتاب استفاده کردن و برای شما این کتاب تهیه کردن. یه تعدادیش خودشون آوردن اینجا که میفروشن و پولش باید به ایشون یه مقدار زیادش تقدیم کنین.
یه تعدادی جام سرنگ وزین عجیبش خریده، لطف کرده و به ما هدیه کرده به صورت رایگان. ما به شما بفروشیم و پولشو صرف این عکس کتابی که دارن بهتون نشون میدن، عکس شاهنشاه عیامه، عکس کارتر و خمینی، یه خودتون میدونید چی باید بگم، اینا رو روش چاپ کردن. آقای حسین حقیقی هم در اون گوشه هست. بعد من اجازه بده، بعد هر کسی این کتاب رو بخره خیلی جالبه. خانم عبدی گفتن که و آقای آریان گفتن که اگر این کتاب بخرین، کتاب ارزشش 50 دلاره. ما دو تا دیویدی هم، یکی دیویدی ایران طبیعت و تمدن و یکی پرژیا، که اینا هر کدوم، این پرژیا فکر کنم 2-3 ساعت ویدیو بسیار کامله، از مناظر ایران، از طبیعت ایران و از تمدن ایران صحبت میکنه. ستاش این ایران و طبیعت، دیگری هم هست older than history، پیرتر یا بزرگتر یا قدیمیتر از تاریخ، پرژیا، راجب ایران ماست که الان دارن اسم خلیج فارسش دارن برمیدارن. اونم دیویدی اونه، این دوتا دیویدی و این کتاب با 50 دلار، 150 دلار رو به صورت با پرداخت 50 دلار که اینا رایگان به ما رسیده، این کتاب ها از جناب سرهنگ، که با این دیویدی ها ما اینا رو خدمت شما تقدیم میکنیم. اگه اجازه بدیم برای اینکه یه مقداری متنوع باشه برنامه و تمامش من فقط اسم کتاب نخونم، براتون صفحه 171 این کتابو میخونم. من خودم الان این کتاب دستم رو دارم میخونم، بسیار جالب این کتاب. که این رو بذاری که 187 بیارم ببینم. آها میگه چند دقیقه پیش، آها این بسیار جالبه، خواهش میکنم. کتاب از اول انقلاب بررسی کرده، تمام گوشه و زوایا و کناره های انقلاب رو بررسی کرده، گفتم با توجه به نظر بزرگترین شخصیت هایی که در این فتنه دست داشتن. بعد ولی اومده بعدش گردونده داستان رو، برده به صحرای کربلا و یک گوشه ای از صحنه صحرای کربلا رو من میخوام به صورتون براتون نمایش بذارم با خوندن اون. چجوری؟ میگه که میدونید که امام حسین که کشته شد، 72 نفر از دوستانش و یارانش باهاش بودن، با هم دیگه کشته شدن. حالا ببینید اینجا چی میگه. میگه که من بساب هم خیلی داستان مفصله، من یه جایی رو میخونم که مربوط به عرضیست که میخوام خدمتون بکنم. میگه که در جنگ کربلا، میگه اعراب شرکت کننده در جنگ کربلا با سبوعیت و وحشیگری تمام این 72 نفر را کشتن. 72 نفر پیروان حسین ابن علی بوده و خیمه های آنها را آتش زده و سر امام حسین را از تنش جدا کرده، به سرنیزه زده اند و زنان و حرم او را اسیر نمودن. حرفی نیست و دقیقا هم همینطور است، ولی این یک روش معمول اعراب در آن زمان بوده و امروز نیز هست. حالا میگه چند دهه پیش از واقعه عاشورای محرم در کربلا، در واقعه دیگری به نام قادسیه که در همان محل به وقوع پیوست، همین اعراب یا پدرانشان بیش از 100,000 نفر از اجداد ما و سپاهیان ایرانی را به وضع بسیار بدتر از حسین و یارانش کشتند. به زنان کشتگان و فرزندانشان تجاوز کردند، خانه هایشان را آتش زدند، کتابخانه‌شان را سوزاندند، معابدشان را طویله کردند و اسب و شتر بستند. بزرگترین اهانت های ممکن را در حق 10,000 کشته و اسیر انجام دادند. نه تنها در جنگ قادسیه، بلکه در جنگ جلولا، در جنگ زوغار، در جنگ جسر، در جنگ مدائن و در جنگ نهاوند کار به جایی رسید که عمر گفت من از این 130,000 اسیر ایرانی می ترسم، چگونه اینها را اداره کنیم؟
اگر اندکی سپاهیان یزید به امام حسین و حرم او به عنوان نوه پیغمبر تخفیف قائل بودن، ولی به ایرانیان و اسرای ایرانی به عنوان محبوس کافر حق خود و خدای خود می دانستن که هر گونه ظلم و جنایت را در مورد ایرانی ها انجام دهد. شاه بیت کلام بونی چی میگه؟ هیچ آخوند و روزخانی از مصیبت قادسیه، جنگ سلاسل، جنگ مدائن و و و و فلان نگفته است. هیچ دهان آخوند و روزخانی در رسای صدها هزار سرباز کشته شده ایران به دست اعراب کلمه‌ای بر زبان نیاورده است. هیچ چشم، هیچ چشم، هیچ شیخ ملا، منظورشون یه هیچ اضافه اینجاست، هیچ چشم شیخ و ملا و آخوندی بر آن همه جنایات اعراب در ایران، چه در دوران حملات و چه جنگ های اولیه و چه به عنوان خلفا و حاکمان بعدی نگریسته است. اشکی بر گونه آخوندی به خاطر میلیون ها مورد جنایت اعراب بر ایرانیان فرو نغلطیده است. شاه بیت کلام کتاب اینجاست. ولی همین آخوندها، همین ملاها، همین روزخانها، قتل 72 نفر و واقعه کربلا را بیش از 200 سال، یعنی اون زمان با آب و تاب، این منظورش از صفویه بعده فکر میکنم، با آب و تاب و هزاران پیرایه دروغ تکرار و تکرار میکنن. از میلیون ها ایرانی گریه و عشق تحویل میگیرن، گویا عراق فقط در کربلای محرم و عاشورا بد بودن و در کربلای قادسیه آدم کشی نکردن. این اعراب به بریدن سر عادت دارن. مگر همین ها در قرن بیستم سر بریده عبدالکریم قاسم را در تلویزیون عراق نشان ندادن؟ مگر همین فرزندان یزید نور سعید نخست وزیر عراق را در نیمه دوم قرن بیستم با بستن او به ماشین در جهت مخالف شقه نکردند؟ مگر فرزندان همان سپاهیان یزید چون صدام حسین و غیره گورهای گروهی برای شیعیان نکندند؟ مگر همون جانیان در جنگ 8 ساله ایران و عراق همون جنایت‌های تاریخی را در اهواز و آبادان تکرار و تکرار ننمودند؟ مگر امروز در قرن 21 ده‌ها شیعه بیگناه، اعم از زن و کودک، هر هفته در زیارتگاه‌ها و یا بازارهای بغداد و دیگر شهرهای عراق با بمب متعصبین دینی تکه پاره نمی‌شوند؟ خیلی زیاده، خیلی زیباست. نمیخوام وقتتون رو بگیرم. این کتاب رو بخرید با 50 دلار، 150 دلار رو بگیرید، اون دوتا دیویدی رو ساعتها ببینید، لذتش رو برید و با 50 دلار، 150 دلار. کتاب های دیگه ای که میخوام بدم خدمتون، کتاب های آقای دکتر مسعود انصاری است، یکی از برجسته ترین نویسندگان ایرانی در قرن حاضر و در عصر حاضر و در زمان حاضر که در آمریکا زندگی میکنن. این نازنین مرد، این بزرگوار، این استاد دارای درجه 3 دکترای علمی هستند و نویسنده. کتاباشون واقعا خوندنیه. الان احتمالاً عکس کتاباشون رو نشون میدن. ببینید این 5-6 تا از کتاباشونه که من شخصا خوندم اینا رو، به همین دلیلم آوردم اینجا عکسش رو بهتون نشون میدم. یه تعدادی از کتاباشون رو لطف کردن به ما هدیه کردن، اینا در دسترس ما هست. و به نگاه نو به اسلام، از بادیه نشینی تا امپراتوری، شیعه‌گری امام زمان، آسیب شناسی روانی، زن در دام ادیان ابراهیمی، آسیب شناسی روانی خامنه‌ای و کتاب ترجمه شده ایشون پول خون که بسیار خوندنیه. ببینید در جنگ 8 ساله چه بلایی سر ما بردن و چه پولی از جیب ما رو
بردن خوردن شریک شدن اینا، خوندنی کتاب و آخرین کتاب آماده شون، خیلی کتاب در دست دارن، آخرینی که به چاپ رسیده دینسازان بی خداست که این کتاب رو توصیه میکنم بخونید. تمام ادیان رو براتون توضیح دادن، از یهودیت، مسیحیت، اسلام، بعدش بهائیگری، بعدش بودایی، بعدش حتی مورمون ها رو براتون کاملا گفتن کی بوده، از کجا شروع شده، به کجا ختم شده و الان در چه حالی است. کتابای تمام کتابای آقای انصاری واقعا خوندنیه و قابل بحثه. اگر بخونید میفهمید که چقدر اگر اونایی که در راه اشتباهن چه اشتباهی کردن و حتما راهشون عوض میکنن. کسی دیگری که واقعا شخصیت گفتم که ببخشید شخصیت بزرگوار دیگری که یادش گرامی باشه متاسفانه از بین ما رفتن، جناب دکتر شجاع‌الدین شفا، یکی از بزرگ مردان ایران که وقتی که این فقط پشت جلدش میخونی فقط دو صفحه از افتخاراتی که این مرد نازنین برای ایران کسب کرده و درجاتی که از دنیا به این، از پادشاهان، از ریاست جمهوری، از دانشگاه ها به این نازنین دادن، اینا رو باید ببینید. کتاباشون رو باز لطف میکنن نشون میدن. بزرگترینش این در پیکار اهریمنه که مبارزه 1000 ساله فرهنگ ایران با مکتب دکانداران دین. این که میبینید من خیلی سریع دارم حرف میزنم، شاید حوصله‌تون سر بره، برای اینکه وقت دیگه بیشتر نمونده، میدونم 10 دقیقه دیگه بیشتر نیست، میخوام تون تون همه کتابامو بگم، ولی شما زنگ بزنید آبروی منو نبرید، اقلا کتاب بخرید که صاحب تلویزیون فردا نگه آقا دیگه لازم نیست بیای دیگه، کتابش که نمیخره تو برای چی میای. بنابراین این پس از 1400 سال در دو جلد توضیح مسائل واقعا خوندنیه، بخصوص تولد دیگر. من تولد دیگر همیشه مثل، باور کنید، مثل یک کتاب مقدس بالای سرم دارم و اغلب صفحات رو بارها و بارها میخونم. یه چند صفحهش رو براتون خوندم، باز قول میدم که در جلسات بعدی خدمتتون بخونم. این کتاب رو زنگ بزنید، هر کتابی که دوست دارید، اگر ما داریم که براتون میفرستیم، اگر نه حتی اسمشو بگید، من میرم در هر کتابخونه هست پیدا میکنم براتون میفرستم و تقدیم میکنم. یکی از چیزهایی که باید بگم، ما ماهنامه بیداری است، یک ماهنامه بسیار کوچیک در مثل که در 16 صفحه است، این ماهی یک بار چاپ میشه. اینو زنگ بزنید به شماره شون که من شماره شونم میگم 858 320 2013، تماس بگیرید، آبونه بشید، ماهی 5 دلار، 10 دلار، 7 دلار، هرچی قدرتشی دارین بدین، اینو کمک کنید این ماهنامه بیاد. اینا اومدن 20 و 20 در جلد بسیار زیبایی که معنا 3 جلدشه به ما هدیه کردن، ما داریم، خودشون هم دارن. به ما زنگ بزنید اگر با اونا نمیخواین تماس بگیرید، من اینجا براتون زنگ میزنم از اونجا مستقیم براتون بفرستن. 20 تا 20 تا این هم داشته باشین، هر ورقشی که باز کنید خوندنیه و یک مسئله تازه رو به شما نشون میده. بعد چیزایی که داریم دیگه، خیلی کتاب داریم، باید بهتون بگم یک کتابی که داریم که خیلی هم مورد پسند و علاقه منه، داستان سهراب و گردآفرید مربوط به آقای مازیار قدیگل، اون نازنین نویسنده‌ای که اینجا خودشون هم در تلویزیون برنامه دارن، ولی این کتابشون الان به زبون فارسیه و هم به صورت نثر هم به صورت نظمه، یعنی هم شعره و هم نوشته است. این بسیار زیباست، داستان سهراب و گردآفریده که توصیه میکنم عکسش رو ببینید، نقاشی بسیار زیبا و جالبی داره توش. اینو بخرید برای بچه‌هاتون، گوشه ای از شاهنامه است و یه مقداری از شاهنامه رم ایشون به انواع زبان‌های مختلف اینا رو نوشتن که گفتن یه مقدارش رو برای ما میفرستن که ما تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بعد یادتون نره با خرید 250 دلار کتاب یا هر کدوم از چیزهایی که ما اینجا داریم، یعنی فراورده هایی که ما داریم، مثل کراوات، مثل کلاه، که خواهش میکنم از نازنین کارگردان برنامه اگه ممکنه اون کراوات ها رو و کلاه ها به ما نشون بدن که این هم هر کدوم کراوات و کلاه را اگر فرصت شد برامون نشون بدید لطفاً.
این کروات و کلاها رو خیلی خیلی علاقه من داره، قول بهتون میدم هر کسی ببینید کروات ها رو تمام عکس چین و خورشید و دقیقا زیر گلوی شما زیر گره کروات گلدوزی شده و واقعا زیباست، در چهار رنگ مشکی، سرمه‌ای، سفید و خاکستری با ببینید روی پیرهن ها گذاشتن چقدر زیبا و قشنگه. قول بهتون میدم به هر کسی اینا رو به خودش بپوشه آویزون کنه و بره تو هر مهمونی، آقایون که میپرسن هیچی، همه خانم ها میان دست میکنن زیر کروات و میگن به به چه قشنگه، از کجا خریدین، یا به ما زنگ میزنه. یک مسئله خدمتتون عرض کنم، یادتون نره $250 از ما کتاب بخرید، هر چی بخرید ما اسم شما رو نه تنها $250 بهتون کتاب میدیم، $250 یکی در قرعه کشی جواهر و یکی در قرعه کشی ساعت شما رو به صورت رایگان شریک میکنیم، یعنی اسمتون رو میذاریم که امیدوارم که این کلاهیست که صحبتش کردم و کراواتش هم که دیدین هر کدوم $50 اینو بخرید، کلاشو در تمام گردش و راه پیمایی که پیاده روی هایی که میکنید به خصوص کنار دریا بزنید سرتون، افتخار کنید که ایرانی هستید و شیر خورشید رو روی پیشونیتون نصب کردید، کرواتارم روی یقتون بالا سر قلبتون گذاشتید. یک چیزی خدمتتون عرض کنم، میگه که تو اگه هم صدام بودی، این جواهرات دران نشون میدن، ببینید همینطور که من این دو خط شعر براتون بخونم ببینید این شعر در مورد شماست و تلویزیون ما. میگه تو اگه هم صدام بودی هیچ کس حریفم نمیشد، اگه کوه روی شونم بود کمرم خم نمیشد. اینو آقای آریان وطنخواه داره میگه، یعنی میگه شما اگه به من آبونمان بدین، اگه عضو این تلویزیون باشید ماهیانه بدید که من همیشه از جیبم نرم مجبور بشم پول بدم، من اگه کوه هم روی شونم باشه کمرم خم نمیشه. الانم خم نمیشه، الانم اونقدر این مرد از جان گذشته و نازنینه که تمام مدت داره زحمت میکشه و اون شیره زحماتشو میاره میریزه اینجا برای ایر اینجا، برای چراغ اینجا، برای اجاره اینجا و هزینه هایی که میدونید میده. سه جلد کتاب داریم، آقای صادقی هستن نازنین، سه جلد کتابش عکسش نشون میدن، اونقدر زیبا و قشنگه، هر کدوم حدود 500 صفحه است، به نام مرشد پیر، گناه عشق و فاطمه تنفروش. این منظور اون فاطمه چیز نیست که شما مثلا کسی عقیده و معتقد به نامش هست، نه، این یه فاطمه است، یه فاطمه، یه دختر ایرانیه در بدره که تنفروشی میکنه. اینو این سه تا کتابو این حدود $250 ارزششه، ما با $200 اینو خدمتتون تقدیم میکنیم. اگر زنگ بزنید، گفتم این سه تا کتاب واقعا خوندنیه، من فکر میکنم که سیاوش جان داریم عکسشو، خودشون به صورت ایمیل دادن و فکر کنم توی فایل من باشه، اگرم نیستم اوکی فرگت اباوت ایت، ولی به هر جهت این سه تا کتابو زنگ بزنید، برای ما دارن میفرستن، همین چند روزه خواهد رسید، به محضی که برسه ما تقدیم میکنیم. بسیار کتابای زیبا، چاپ خیلی خوب، کاغذ خوب و جلد زیباست که و نوشته خواندنی، من توصیه میکنم که بخرید و بخونید. دیگه یک کتابی دارم برای بازرگانا، برای کسانی که میخوان کارهای تجارت و حمل و نقل بین المللی انجام میدن، به نام فرهنگ تجارت و حمل و نقل بین الملل، کسانی هستن که در این کارن و این کتاب به زبان فارسی و انگلیسی است و داره به شما میگه که شما در هر بندری، در هر گمرکی که میرید، اصطلاحات و اطلاعاتی که اونجا لازم دارید و تمامو براتون نوشته، به 6 زبان زنده دنیا این کتاب تمام اطلاعاتو براتون نوشته که الان زبونهاش هم خدمتتون عرض میکنم که یکیش فارسیه، یکیش انگلیسیه، فرانسه است، اسپانیایی، ایتالیایی، آلمانی، ژاپنی و چینی، حتی چینی که الان میدونید که چقدر تجارت داره میکنه با ایران متاسفانه، و
اینو مهر برامو درست میکنه، چادر نماز درست میکنه، قرآن درست میکنه، چینی تربت مهر مهر مهری که قرار بود از تربت از عراق و اینا میوردن از چین و از خاک چین برامون درست میکنن، میارن مبارک باشه برامون. بعد دیگه خیلی کتابای دیگه دارم سیاوشان، اگر فرصت کنن این کتابای سمت چپ منو یک دور نشون بدین، ببینید ما اینجا چقدر کتاب نویسنده های نازنین گل ما برای ما فرستادن. اینا ها اینا همینجور دست ما مونده، اینا شما باید زنگ بزنید کتابا. کتاب آقای مهدی شمشیری بهترین کتاب های تاریخ ایرانه، باید اینا رو بخونید، تاریخ مستند تمام با مدرک و با نوشته از وزارتخونه از اطلاعات. برای من چراغم روشن کردن که یعنی من باید دیگه بلند شم، حتما این کارو میکنم. ولی کتاب آقای شمشیر رو زنگ بزنید، اینا کتاباشونه، کتابای بسیار ارزشمندیه، تمام تاریخ از شاهان قاجار، از یکی از معروفترین نخست وزیران هست آقای میرزا علی خان اتابک که نخست وزیر سه پادشاه بوده، زندگی نامه مصدق، خاندان مصوفیان آشتیانی از بالاترین اینا تا محمد مصدق. این کتابا چیزایی که تا به حال راجع به دکتر محمد مصدق نشنیدید میشنوید و میخونید، گفته نشده های درباره روح الله خمینی، بعد دیگه خاندان خمینی، که اینها رو بخونید ببینید که چیزهاست که تا حالا نشنیدید هیچ جا از هیچ کس. قرارداد بسیار زیانبخش آرمیتاژ که مربوط به قرارداد نفتی است که به وسیله آقای دارسی در حدود 100 سال پیش 90 سال پیش با ایران بسته شد در زمان قاجار. بعد اون یکی چیز مربوط به اون آیات شیطانی است آقای مهدی شمشیری، باز 5 ترور تاریخی راهگشای صدارت مصدق، اسرار مستند قتل سردار محمود افشار و چیزهای دیگه که بسیار جالبه. این خاندان آیت الله طالقی رو طالقانی رو به قلم آقای مهدی شمشیری رو باید بخونید و ببینید که چی هست. من دیگه وقتم تموم شد، شما رو به خدا می‌سپارم و آخرین به حساب صفحه خداحافظی رو براتون میگم که میگیم که با سپاس از کارگردان نازنینمون آقای سیاوش جان که منو همراهی کردن، آهنگ خیلی قشنگی برامون پخش کردن. قرار بود دو تا آهنگ ما بذاریم ولی از بس اینجا کتاب هست و از بس شما کتاب می‌بخرید من مجبورم که خودم حرف بزنم. بعد شعار پایان برنامه‌مون از خانم آزاده دستیار زیبا و خوش‌سخن زنده یاد رضا فاضلی در تلویزیون آزادی بود که میگفت نازنینم نازنینم چه دعا بهتر از این، گریهت از سر شوق، خندهت از ته دل، نبود هیچ غروبت غمناک، به یاد دوران پرشکوه گذشته و به امید رهایی در آیندهی بسیار نزدیک شما را به اهورامزدای ایران می سپارم. ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کبیر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من، ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم، آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن، کامه آهنگری زحاکش، اتک دشمن افکنی ناپاکش، رخشی و رستم برو پادر رکاب، تا نبیند دشمن هرگز بخواب، مرداران دلیرت جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف، خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگردندن خرم شهر، ای وطن ای مادر ایران.
ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، وانه من، کوس من، هر وجب از خاک تو ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینم از بیشه را، خالید شیران بینم از خاک تو گر نیز